یک سلام مجدد خدمت همه دوستان نازنین که در سراسر از این کره خاکی زندگی می‌کنن. امروز ما بیجینگ پایتخت چین هستم. The Great Wall، دیوار خلق چین. دیوار خلق چین یکی از بلندترین دیوارهای دست ساخته بشر در روی کره زمینه. ما در جای خواندم که این دیوار بیش از 10,000 کیلومتر طول داشته، 7,000 کیلومتر شنوز ثابته، متبقیش در اثر جنگ ها و در اثر گذر زمان خراب شده. همین پیش ماریم که بریم داخل بالای دیوار خلق چین. خوب رسیدیم در یکی از دروازه های دیوار که یک دروازه بسیار خوبی شجور کده. دیگه بریم داخل که بالای دیوار را با هم ببینیم. دیوار تاریخی خلق چین. هوا بسیار سرد است، زمستانه دیگه. واقعا بسیار سرد هوا. امید که میبینین دیوار دو بالای باید دو بلندی باریم. دروازه ورودیش همین جای باید تیکیت بگیریم باریم داخل. خب از پله ها درو موریم بالا که بریم برای دیوار. این بار اول در زندگی ما سک پای خدا بله، پای خدا پله های دیوار خلق چین ملم. دیوار خلق چین جایی که اصلا باورم نمیشه یک روزی ما داستانای زیر وقت شنیده بودم همین وقت خورترکی، ولی هیچ باورم نمیشد که یک روزی قسمت شوه و ما بایم در دیوار خلق چین. اینجا دوراهی است دیگه. بیشتر مردم همین دستراس ما را، ما هم که میخوایم هم دستراس بارم. واو، بریم بالا اون دو سر تپه. واو، همین که پیشترم گفتم دیوار خلق چین بیشتر از 10,000 کیلومتر طول داشته که در اثر مرور زمان و جنگ ها تخریب شده. میگه بیشتر از 7,000، تقریبا 7,000 کیلومترش هنوز باقی مانده و این دیوار را در اون سالهای چند هزار سال پیش همه را مردم با دست ساخته. همین جازی چینایی خواستم که از ما چند قطعه عکس بگیره. عکاس بیچاره همیشه فیلم بردار در پشت دوربینه دیگه، عکسی همه را میگیره و جز از خودش. برو که رفتیم، باید یک چانس خوبی هم امروز که اصلا مثل دیروز هوا خوبه، نسبتاً هوای گرم. حالا که سکنه قسمت ها دیوار صاف هسته، این طرف جای دیدبانی داره. احتمالا دشمن همیشه از این سمت میمداده دیگه، هم از این سمت. این سمت رو به دشمنه، این سمت صاف بوده پشتش بوده دیگه. طرف بیجینگ ایمه، این طرف این مسیر شهر بیجینگ پایتخت. این مسیر من هم فهم کجایه، منتها دشمن حتما از همین مسیر مهم داده. هرچند
متر که پیشتر به این باز یک برج نگهبانی داره، ولی برج بینش جای خوابگاه نیه دیگه، فقط همین تونل در تونله. یعنی جایی نبوده که عسکرا به اینجا استراحت کنن. اینا جای تیراندازی دیگه، اینا همه یادگاری های کسایی که اینجا بودن. این خشتا پر از یادگاریه. واو، یکی از زیباترین جاهای دیگهش. بخیم همینجا قدربون خیلی اگه عکس بگیرم. نقاشی های چینه که سعی کنه کلگش از همین کوه ها حکایت داره. کوه های پشت در پشت. همیتو بریم بالا، سینه کشه دیگه کلگیش. باز از او سر پایین آمدنش واقعا سخته. ما دیگه که از قسمت های وسطی دیواریم، بالای که اونجا اونا همهش برجای نگهبانیه، اون مسیرها همهش دیواره. این پایین کسته قلعه بوده اونجا، قلعه ای که هنوز هم ثابت و پا بر جای هم پایین. هنوز هم میتموریم بالا. این دیوار خواست ختم شدن نیه، ولی کوشش نیم تا یک جایی بریم بالا. همه جای دوربین نشتن به خاطر سیفتی. واو، این سقفش احتمالا خراب شده دیگه، حتما سقف داشته دیگه، خاطر که نابدونایش هنوز اونجا هست. هنوز خیلی را داریم تا اونجا میرسیم. اون طرف تا پیش دیوار تا آخره. ولی ما قصد دارم تا همینجا رو برم. میخوایم برگردم امشب که هست، پس برم طرف شهر گوانجو. ما میخوایم که it's feeling me, thank you. میخوایم که در اون بالای کو بریم، در اون نقطه آخری. باز اگه تا نیست ما تو پیش بریم در اون قسمت. با ما باشید تا بریم اون منطقه رو سیل کنیم. Yep. Thank you very much. Same to you. از این مرد خدا خواستیم که از فیلم از ما رو بگیره، چند دقیقه که ما خود ما میگرفت در کمره باییم که واقعا ما در دیوار چین رفتم یا از جای دیگه گرفتم فیلم را. یکی از تبلیغات و تشویق مردم در آمدن در دیوار یک فیلمی است به نام The Great Wall. بسیار یک داستان قشنگ عاشقانه هم داره، جنگی هم است. و داستان، شروع داستان و قصه به خاطر بلک پاودره، یعنی همو بارود. چون بارود را همه اول چینایی ها کشف کردن، بس سالهای سال کسی ندادن. انگلیس ها یا امریکایی ها تلاش میکردن که این بلک پاودر را از
همی باروت را از چینا یا بگیرن از چینا. داستان فیلم هم همون جایی ولی فیلم بسیار قشنگ و زیبایی است. نام فیلم The Great Wall است. این خشتام چند هزار ساله دیگه اینقدر آدم رویش را رفته که یه رقمی آب شده. این طرف ها رو که سعی کنیم کوههای افسانه ای چینه. این راه پشتره که ما آمدیم بالا. کم کم میرسیم ده همون نقطه که ما در نظر گرفته بودیم. فیلم The Great Wall گفتم. فیلم The Great Wall همون هم که گفتم داستان به خاطر بلک پاودر شروع میشه. بلک پاودر یعنی غربیا کوشش مونه که باروت را از چینا دزدی کنه. چون چین همونطور که گفتم سالهای سال کسی نداده که فرمول شه که چی رقم جور میشه. بعد غربیا و یه فکر افتادن که چی رقم بیتنن بلک پاودر را دادیس بایره و یک رایش هم دزدیدن از او بود. بسیار کوشش کردن که بدزدن می فیلم. بالاخره داستان طوری تمام شد که خود چینا بلک پاودر را داد غربیا. یک فیلم بسیار قشنگ است. ما وقتی فیلم سعی کردیم آرزو میکردیم که یک روز بایم در دیوار خلق چین و امروز آمادم. یم اتفاقی بود. اصلا من از ملبورن از استرالیا قصدی آمدن دیوار خلق چین را نداشتم. کمپانی که ما صحبت کردم خودش کابینه داشت پس خانه رو مرمی دیه و گفته بود بیجینگ. ما فکر کردم که شنگهای است. بعد وقتی که در گوانجو آمدن زنگ زدم گفتم ما در بیجینگیم. بیجینگ که زنگ زدم خانه عباس بچیم گفته که وقتی اونجا رفته حتما یک دفعه نمیخوای بری گریت وال سیل کنی و بیگ سیتی را. این باعث شد که آمدم در دیوار خلق چین و بزرگترین قلعه چین را هم سر کرده. ما رونگ وایم دوم مسیری که دیگه در او تامش در او میرسیم در بالاترین نقطه. سعی کنین یعنی قدرمو بالا آمدیم. بادم حسابی تونده دیگه اینجا کم ماندم که بالاترین نقطه را فتح کنیم دیگه. برسیم در بالای بالاترین نقطه. رسیدیم در قلعه بالای کو. چی یک بادی سردی هم هست اینجا. واو تابستان اگه می بود چقدر سرسبز و زیبا بود ولی خب زمستان همی برفای روی زمین هم زیبایی خاص خود داره. اینه این دیوار اینجا باز به دورایی تقسیم شده. رفته در این مسیر رفته در این مسیر بالا. رسیدیم اینجا. از یک در بالاتر هم جای خیلی زیاده. سعی کنیم اون نقطه های بالایی در اونجا اون نقطه دیگه در اونجا اون قسمت ها رفتنش سخته دیگه. ما هم کسی باید حتما شو برگردم بیجینگ انترنشنال ایرپودش. بعد از اون کسی باید پس برم طرفی گوانجو
که مقصد نهایی از ما در کشور چین است. این دیوار چند جای تقسیم شده دیگه. سکنور هم دیواره. اون آن در رفته طرف بیجینگ. با همه جذابیتی که دیوار داره، رنج هایی که انسان ها اینجا کشیده تا این دیوار آباد شده، سربازایی که سالها در این سنگرا زندگی ده، یادگاری های روی زی خشتا نوشته کده، سالهای سال سربازا همینجا شاید دور از خانواده خو اینجا زندگی ده. نگاه کنه اینا همهش یادگاری های همو سربازای هسته که روی زی خشتا کرد حکاکی کردن. مال تقریبا در بالاترین نقطه ایم دیگه. میخواییم که از همه نقطه بالا با تمام از شما خوبا کسته خداحافظی کنم. امیدوار هستم که شما هم تنسته باشین، از این ویدیو لذت ببرین. با امید دیدار بعد ما امیر رای را کم دیم اینمی را هم سرشیوه پس موریم پایین. یک چیز یادم رفت که کشم بگیم. اول خیلی توبه است، یمو توبه یکی چنایا اولین باروتا را که کشف کدن قد زمین توبه شلیگ میکدن. بعد چیزی دیگه ای که یادم رفت بگیم، کل از این دیوار که است قسمت های پایین شید سنگ های سنگ کار شده، سنگ های بسیار کلان که اگر احتمالا به می خاطر بوده دیگه. مثلا این دیواری بالا رو که سکنی شما جاهایی که مثلا دشمن آدم ها دیست رسید را که نتنه خراب کنه زود، سنگ های بسیار کلان محکم کار کردن دیگه. ما هم که است از بالای کوه تاشتم پایین، پس دوباره دمی چک پوینت جیم دیگه. کم کم که هستم که در بالام گفتم باید پس برم بیجینگ، از بیجینگ برم ایرپورت، از ایرپورت کسته برم گوانجو که مقصد نهایی از ما گوانجویه دیگه. یه هم محوطی از مقلعه یک از بالا سل کدیم، اون از اون بالای کوه. یه قلعه قبلا شاید دیگه جای افسرا و نظامیا بوده، عالی که هسته بخش عموم مردم باز است دیگه. یعنی هم که هسته از اون طرف که آمدیم هم در ویدیو اگر گرفته باشم دروازه ورودی قلعه یه. یک دروازه اینجا بوده، احتمالا اون دروازه خروجیش بوده، یا او طرف بیجینگ او طرف است دیگه، بیجینگ او طرفه، احتمالا او دخولی بوده، این دروازه خروجیش بوده که واقعا نگم اون دروازه محکمی چوبی در اینجا کار گذاشته شده. هی خشتا را سعی کنید چقدر دقیق در او ساله های قبل کار کردن و همیتی که گفتم پایین در کلن سنگ کار کردن، سنگ های بسیار کلان کلان که دشمن نت نت با آسانی تخریب کنه. و این دروازه را در او وقتا رویش آین پوش کردن، آین است مغزش چوبه، رویش آین است دیگه، آین است بخاطر شاید که دشمن نتنه آتیش بزنه زود خراب کنه، تخریب بیدنه داخل قلعه نفوذ کنه. مسافرت از ما همینجا به پایان رسید. امیدوار هستم که پیشترم گفتم حالا موگیم از این ویدیو لذت برده باشین. جور و سربلند باشین.